جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته ای که گذشت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که جهان در یک نقطه عطف قرار گرفته است. آقای بایدن وعده داد که جهان را از یک دوران جنگ به امان به دیپلماسی به امان چرخش خواهد داد. اما خروج اجولانه اخیر ایالات متحده از افغانستان با باقی ماندن شمار نامعلوم از افغانها در داخل آن کشور که با ایالات متحده همکاری کردند، فقط یکی از چندین آزمون سیاست خارجی است که در هفته های اخیر قصر سفید با آن مواجه شده است. انتونی بلنکن وزیر خارجه ایالات متحده در سازمان ملل متحد با بعض سوالات دشوار در مورد چالش های سیاست خارجی بایدن مواجه شد. یک تن از خبرنگاران از آقای بلنکن در مورد خروج پر هرج و مرج از افغانستان توافق جدید امنیتی میان آمریکا و استرالیا و بریتانیا که فرانسه را خشمگین ساخته است و بحران سرحدات این کشور با مکسیکو پرسید. انتونی بلنکن گفت که با هر کسی که او در سازمان ملل متحد صحبت کرده است قدردانی خود را به خاطر دیدگاه بایدن در قبال سیاست خارجی واشنگتن ابراز داشته است United States that is... یک ایالات متحده که مصمم است از نزدیک با سایر کشورها کار کند کشوری که درک می کند هیچ یک از مشکلات و آزمونهای بزرگی که ما با آن مواجه هستیم مردم ما با آن رو از کووید 19 گرفته تا تغییرات اقلیم و تاثیرات مخرب و مشکل آفرین تکنولوژی تازه ظهور کرده هیچ کدام این چالش ها نمی تواند به تنهایی رسیدگی شود اما اکثر تحلیلگران مثل براین کاتولیس میپذیرند که حکومت به رهبری بایدن در برخی از سیاستهای خارجی خود و شمول خشمگین ساختن فرانسه پسرفتهایی داشته است <تصفح> <تصفح> یقینا نقطه سقل تمرکز این حکومت جدید در داخل امریکا و رسیدگی با همگیری ویروس کرونا تطبیق واکسین کرونا و وضعیت اقتصادی بوده است بیشتر اوقات شخص رئیس جمهور حتی وقت در سازمان ملل متحد صحبت می کرد فکر می کنم وقت بیشتر او در این هفته روی تلاش برای بحث با کانگرس و متقاعد ساختن آنان در مورد برنامه زیربنایی حکومت و سطح مسئولیت اجتماعی مصرف خواهد شد. تحلیلگران دیگر مثل ارون دیوید میلر میگویند که بایدن روی حل مشکلات داخلی توجه همه جانبه و عمیق به داده است که در برخی موارد به ضرر عملی ساختن سیاست های خارجی و وی تمام شده است. First, makes... نخست او را از مسیر خارج می کند. این موضوع او را برای معطوف ساختن توجهش بانچی که می خواهد انجام دهد لجوج و با اراده می سازد که تبدیل شدن او به یک رئیس جمهور متحول کننده در داخل امریکاست. کاتولیس می گوید که برخی از مشکلات دراز مدت در وزارت خارجه نیز با احتمال زیاد در این عرصه نقش داشته است just... فکر می کنم که برخی پوسیدگی های داخل نهادها در این خصوص وجود دارد بخش ملکی دیپلماسی ایالات متحده و وزارت خارجه امریکا این کدام چیز تازه نیست و حتی با حکومت بایدن و حتی ترامپ ارتباط ندارد اینها مشکلات درازمدت این سازمان ها اساساً از 11 مای سپتامبر به این سوست که توسط وزارت دفاع و اداره های استخبار از آن چشم پوشی شده است با این حال تلیلگران چون کرستوفر شکلوبا از نهاد شورای اتلانتیک به ساده امریکا گفت که کانگرس ایالات متحده نیز قسما در این باره مقصر است که در بخش تایید افراد پیشنهاد شده از جانب حکومت با بسیار کندی عمل کرده است وزیر خارجه ایالات متحده که خود در پاریس بزرگ شده است، وعده داده تا سخت کار کند تا روابط نزدیک میان آمریکا و فرانسه را دوباره احیا سازد. اما گفته است که تحقق این مهم اندکه زمان گیر است. <applause> قدیر مشرف، تلویزیون آشناسانه آمریکا، واشنگتن.